همراه میشیم با بهروز فرانی در نقد و نظر. نقد و نظر با بهروز فرانی. درود بهروزم. سلام سعید جان، سلام شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه ما. ما از طریق اسکایپ شما رو بس کردیم، به این خاطر این مقدار صدا نمیدونم چجوری باشد، اتونه شد کیفیت صدا فکر نمیکنم زیاد چندان تفاوتی بکنه، ولی خب ما از همه راه ها استفاده میکنیم برای ارتباط. بالاخره یه انقلاب ارتباطی اتفاق افتاده تو دنیا دیگه، همه جور میشه بس شد. بله، به روز امروز میخوایی درباره سخنرانی بایدن، سیاست بایدن و آخرین تحولات در ارتباط با برجام صحبت بکنی و بعدش هم اگر وقتی بماند که امیدوارم که بذاری درباره اعتراضات بازنشستگان صحبت بکنی که حتما مدت ها ادامه داره، مدت ها این بازنشستگان تجمع میکنن جلوی نهادهای دولتی، در خیابونا هستن، هر هفته حتی هفته گذشته این تشکل حکومتی خانه کارگر هم مجبور شد یک تجمعی رو برگزار کنه. کاملا درست. ولی از بایدن شروع بکنیم. بله، چون میدونین که هفته این در همین ویکند کنفرانس امنیتی مونیخ هست که یک دونه از اون قرارهای ثابت سالانه بزرگان دولتی امنیتی این دنیا هست که تقریبا همه اونایی که اصلی هستن داره شرکت میکنن، راجع بهش صحبت میکنن و البته منظورم از همه غربی ها هست و اونا هن که بیشتر در اونجا جمع میشن و این دفعه مصادف شده با اول شروع ریاست جمهوری بایدن و برای همین هم خیلی اهمیت زیادی داشت که ما ببینیم که بایدن تو این چی میگه و بعدم رابطه با برجام بلافاصله بعدش من صحبت میکنم. مسئله اینجاست که این سخنرانی بایدن رو خیلی آدم باید زیر ذره بین بذاره، چون با تمام رتوریکی که توش هست و تمام شعارهایی که میده، خب اولا قبل از هر چیزی اعلام میکنه که دوران ترامپ تمام شد، دورانی که آمریکا همون جور به متحدین غربی خودش برخورد میکرد و پول ازشون میخواست ترکه بکنه که به روسا و چینی ها و ایرانی ها و کره شمالی و غیره، یعنی اینکه روزگار فشار بی تبعیض به همه آمریکا فرست از این نظر پایان یافته. چندین بار تکرار کرد که بازگشت آمریکا، ما برگشتیم به روابط متحدانه با دوستانمون و غیره، دوره عوض شد، فلان شد، بسار شد. خیلی این شروع بحثش اصلا روی این بود که ترامپ را فراموش کنید، ما اومدیم به میدان و برگشتیم به دوران پیش. اما این شعارش هست، ولی وقتی شما متنش رو نگاه میکنید که چه چیزایی رو مطرح کرده، میبینی که اتفاقا آقای بایدن نه تنها بازگشت آمریکا به اتحاد و به اصطلاح چند جانبه گرایی قدیمی رو مطرح میکنه، بلکه برای اولین بار رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی میپذیره که جهان چند قطبی شده. برای اینکه مسئله ای رو که مطرح میکنه بایدن، این اتحادی رو که مطرح میکنه و میگه ما اومدیم فلان و غیره، بلافاصله میره روی اینکه ما، یعنی ما دنیای آزاد، ما دموکرات ها، ما به اصطلاح دموکراسی های کبیری که اینجا جمع شدیم، میبایستی این اتحادمون رو به کار ببریم. برای چی؟ برای حل مشکلاتی که در جلوی جامعه بشری وجود داره و قبل از همه مسئله این که روس‌ها اومدن و میخوان دموکراسی‌های ما رو به خطر بندازن، چینی‌ها دارن سوء استفاده اقتصادی میکنن در روابط بین‌المللی خودشون و ما غربی‌ها باید متحدانه به جنگ در واقع این دوتا بریم. این اعتراف به این هست که هژمونی آمریکا به چالش کشیده شده، سیاست ترامپ، عقب نشینی به نوع خودش و حمله از زاویه اقتصادی و ترکه‌گیری و غیره به شکست انجام میده و ما میبایستی دوباره برگردیم به اینکه ما متحدانه، ما دموکرات ها، ما رهبران جهان آزاد با هم یک بلوک تشکیل بدیم،
علیه چینی ها و علیه روس ها. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی چه بخوان چه نخوان، روی آمریکایی ها از زبان رئیس جمهور خودشون دارن اعتراف میکنن که چالش جدی از حداقل از طرف دو قدرت بزرگ کره، یعنی چینی ها به لحاظ اقتصادی و روس ها به لحاظ ژئوپلیتیک و کمی هم اقتصادی، این مسئله هژمونی آمریکایی ها رو به چالش گرفتن و الان باید ما بریم به سمت این که این مشکل حل بکنیم. این خیلی خیلی مسئله مهمی است و من بیتابانه منتظرم که کتاب سفید امنیت ملی، استراتژی امنیت ملی که هر کدوم از این رئیس جمهوری‌ها که میاد اون رو منتشر میکنه با هماهنگی با آژانس‌های اطلاعاتی و پنتاگون، بی‌صبرانه و منتظرم که این کتاب سفید بایدن بیاد ببینیم این چیزی که ما از این سخنرانی ایشون در کنفرانس مونیخ گرفتیم به صورت برنامه استراتژیک آمریکایی‌ها سیاه روی سفید اعلام خواهد شد یا اینکه نه. چون واقعا خیلی واضح بود تمام این بازگشت آمریکا، تمام این برگشتن به نزدیکی و متحدانه حرکت کردن و غیر اینها رو گفت که بگه ترامپ تموم شد، ولی ما اومدیم که بریم در واقع در مقابل چینی ها و روس ها سفارایی بکنیم و اونا رو به چالش اونها رو پاسخ بدیم. خیلی خیلی مسئله مهمی هست و درست همون چیزی که نه ماه پیش، ماه قبل فکر میکنم موقعی که بایدن انتخاب شده بود، سرژ حلیمی توی لومون دیپلماتیک یک سرمقاله خیلی کوچکی نوشت و مثل همیشه من واقعا ارادتم هی بیشتر داره میشه به این آقای سرژ حلیمی، مثل همیشه یک پیشبینی های تون کرد که خیلی خیلی درخشانه. چون یادمون نره که حلیمی قبل از این که سردبیر لومون دیپلماتیک باشه یکی از بزرگترین متخصصان سیاست بین‌المللی آمریکاست و واقعا خیلی خوب میفهمه که اونجا چه اتفاق میفته و یکی از کسانی هست که به دفعات تکرار کرده این مسئله رو که هژمونی آمریکا وجود داره ولی به طرز جدی به چالش درآورده شده. و اون همون موقع به محض اینکه بایدن انتخاب شد یه سرمقاله نوشت و گفت که خیلی خوب دوستان همکاران آماده باشید، دوباره بازی برمیگرده به سبک سابق و دوباره گوش ما را کر خواهند کرد از رهبری جهان آزاد، دموکراسی ها، اتحاد دموکراتیک ها، ناتو به عنوان ناجی بشریت و غیره. دوباره داریم برمیگردیم به همین رتوریک سابق، دوران کلینتون، دوران بوش، دوران اوباما، و خواهید دید که چطور این رهبران اروپا هم عاجزانه و ملتمسانه به این پاسخ خواهند داد و دوباره به خط خواهند شد و یک بار دیگه ثابت خواهد شد که اروپا در صحنه ژئوپلیتیک بین المللی هیچ چیزی جز یک کوتوله نیست. البته این واژه کوتوله رو سرژ حلیمی استفاده نمی‌کنه، من به خودم اجازه میدم که اضافه بکنم به اون سرمقاله بسیار کوتاه و بسیار درخشانش. یک بار دیگه واقعا ثابت خواهد شد که اروپایی‌ها مثل سگ دومشون رو تکون خواهند داد در برابر سیاست‌های آمریکایی‌ها و هیچ چالشی رو در مقابل اون نمیتونن ایجاد بکنن. کما اینکه موقعی که ترامپ شروع کرده بود در واقع به حمله کردن، تعرفه بستن به ماشین‌های آلمانی، تعرفه بستن به مشروبات فرانسوی و هر جایی که لازم بود اینها رو شلاق می‌زد و اینها هیچ اقدام مشترکی علیهش نتونستن سازماندهی بکنن و اروپا واقعا ثابت کرد که اون پیشبینی که دهه‌ها پیش کیزینجر کرده بود واقعا یک واقعیت. یعنی اینو ما باید توی معادلات ژئوپلیتیک و بین‌المللی خودمون دیگه به حساب بیاریم. و اون موقع هنوز بلوک شوروی وجود داشت و کیزینجر، فکر می‌کنم من یه بار اینو تو صحبت‌های خودم خدمت شما عرض کردم ولی خیلی واقعا جمع‌بندی جالبی است، من تکرارش می‌کنم، اون موقع گفته بود که موقعی که زمزمه‌های اتحادیه اروپا بود و اتحاد اروپا مطرح شده بود، کیزینجر گفت ببینید یا اروپایی‌ها موفق میشن که متحد بشن به طور واقعی و یه نوعی ایالات متحده اروپا در واقع ایجاد میکنن و در این صورت دنیا سه قطبی خواهد بود، اروپا، آمریکا و اتحاد شوروی، که با وگرنه اگر نتونن این اراده واحد رو ایجاد بکنن اروپایی‌ها ول معطلن. اصلا از این واژه ول معطل استفاده کرده بود. الان باید دقیقاً گفت که با وجود رفتن اتحاد شوروی و جایگزینی اون با چالش چینی‌ها و روس‌ها، اروپایی‌ها ول معطلن
برای اینکه این 27 کشوری که توی اتحادیه اروپا جمع شدن هیچ نوع هماهنگی بین خودشون نمیتونن ایجاد بکنن. بعضی از این کشورها به مثابه ناو هواپیمابر و جاسوسان آمریکا عمل میکنن، در رأسش لهستان و کشورهای بالت، استونی، لیتوانی اینا، که از ترس روسیه مام آغوش برادر بزرگشون رو هرگز فراموش نخواهند کرد. کشورهایی که از بلوک شرق سابق اومدن مثل رومانی، مثل بلغارستان، اینا سگ زنجیری آمریکا، یعنی آمریکایی ها تصمیم بگیرن یک سیاستی رو به پیش ببرن، بلافاصله با هلهله و هورا کشیدن اینها رو برو خواهند شد. و این حرفای نئوگلیستی که مکرون میزنه که اروپا رو باید آورد به عنوان قدرت، دفاع اروپایی رو باید آورد و غیر اینها، اینا همه شعاره، به هیچ جایی نخواهد رسید. تا وقتی که اتحادیه اروپا متشکل از این 27 کشور باشه، آمریکایی ها رهبر بلا منازع این بلوک خواهند بود و هیچ قدرت اروپایی، نه آلمان، نه فرانسه، نه انگلستان، هیچ غلطی نمیتونه بکنه برای اینکه یک بلوک اروپایی رو در مقابل این قطب‌های آمریکا و چین و روسیه ایجاد بکنه. و همون پیشبینی کیزینجر ول معتلن. حرفایی که ماکرون میزنه برای واقعا اینه که ما باید استقلال خودمون رو حفظ بکنیم و غیره، سایه های اون حرفایی هست که دوگل میزنه. شرایط به کلی فرق کرده، توازن قوا به کلی فرق کرده و فرانسوی ها به عنوان یک قدرت درجه دو اقتصادی هرگز قادر نخواهند بود که نقشی رو که اون موقع دوگل میتونست ایفا بکنه با استفاده از تضاد بین بلوک شوروی و بلوک آمریکایی های نیمه استقلالی به فرانسه بده، با ورود فرانسه به ناتو در دوره سارکوزی اون دوران به کلی تموم شده. اگر این واقعا میخواست یک بلوکی رو ایجاد بکنه، اگر نه از 27 ولی از چند تا کشور، مثلا کشورهای جنوب اروپا، کشورهای لاتین حتی، اولین اقدام ماکرون باید خروج از ناتو باشه که هرگز همچین چیزی رو الان نمیتونه پیش ببره. اینه که جمع‌بندی کنم، سخنرانی های بایدن پیشبینی سرش حلیمی رو و کسانی که دور این همین خط رو دنبال میکنند مثل من رو اثبات کرد که اروپایی ها کوتوله سیاسی هستند و کوتوله ژئوپلیتیک هستند و کسی اگر میخواد تو مناسبات بین المللی روی اونها حساب باز بکنه ول معتله، همونجوری که کل اروپایی ها ول معتل هستند. و اما این بایدن خب به لحاظ عمومی این صحبت ها رو کرد و شیپور آماده باش داد برای بلوک غرب که دوباره باید متحد بشیم در باره روسا و غیره، ولی در این حال قبلش یه سری صحبتایی رو کرده بودن راجع به برجام که مستقیما به ما برجام میشه. ضمناً در ماجرای برجام هم ما دیدیم دیگه اروپا هیچ غلطی نتونست بکنه در مقابل اراده آمریکا که خارج شد و مکانیزم تحریم ها رو دوباره بر علیه ایران آورد و اروپایی ها هیچ غلطی نتونستن بکنن برای نجات برجام و برای اینکه این تحریم ها رو خونسا بکنن. همش رتوریک بود، همش شعار بود و در عمل نه کانال مالی تونسته ایجاد بکنن یا غیره. برای اینکه خیلی ساده، از دوران کلینتون و اون قوانین حمایتی که در سالهای 1998 و 99 آمریکایی ها تصویب کردن در کشور خودشون و عملا قوانین داخلی خودشون رو بدل کردن به قوانین بین المللی و با استفاده از اینکه هر شرکت فراملیتی یا هر دولتی در مناسبات خودش از دلار استفاده بکنه یا از مکانیزم سویفت استفاده بکنه در مناسبات اعتباری، با وجودی که آمریکایی‌ها در سویفت حق وتو ندارن ولی عملاً کنترلش میکنن، در مورد دلار حق وتو دارن و با این قوانینی که اینها اونجا تصویب کردن این مسئله رو ایجاد کردن که هر کسی که کوچکترین استفاده از دلار یا سویفت بکنه مثل این هست که در خاک آمریکا داره یک سری اقداماتی رو انجام میده، یعنی خصلت جغرافیایی این قوانین خودشون رو از بین بردن و قوانین آمریکا در کره ارض داره عمل میکنه. دیدیم که بعدش چطور بانک بی ام پی فرانسوی رو به 10 میلیارد دلار جریمه به خاطر روابط با ایران محکوم کردن، آلستون بازم فرانسوی رو محکوم کردن در یک معامله‌ای که توی اندونزی کرده بودن، زیمنز، کشورهای آلمانی، شرکت‌های آلمانی، شرکت‌های سوئیسی، بانک‌های سوئیسی، همه اینها رو به خط کردن و ثابت کردن که تا وقتی که دلار به عنوان عملاً به عنوان ارز بین المللی باقی میمونه، قوانین داخلی آمریکا به مثابه قوانین بین المللی هست و یک قاضی فسقلی توی حومه بوستون میتونه یک رأی رو صادر بکنه علیه یک دولت که این به اجرا در میاد، کما اینکه دیدیم نفتکش ایرانی رو یا
یا ادعا میشه که ایرانی هست توی دریاها توقیف کردن، یعنی راهزنی دریایی کردن، هیچ اسم دیگه ای نداره. اقدامی که آمریکایی‌ها کردن در گرفتن نفتکش ایرانی که نفت رو میخواست میبرد یا بنزین رو داشت میبرد به ونزوئلا، خلاف تمام مقررات بین‌المللی بود و یک راهزنی دریایی. پیراتن، در واقع پیرات هستن، پایریت هستن به قول خودشون در این اقدام، ولی طبق قوانین خودشون هستن، نفتم گرفتن فروختن و یه بخشیش هم دارن میدن به کسانی که شکایت کرده بودن علیه دولت ایران و اینو به عنوان غرامت دارن پرداخت میکنن به اینا. این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. تمام این قوانین که بعداً هم تصویب شده در آمریکا در جهت تحکیم و گسترش این خصلت راهزنی بین المللی آمریکا بوده. در این حال از اونجایی که سیاست فشار حداکثری ترامپ در مورد ایران به جایی نرسید و برعکس طبق گفته آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا، نه تنها این خیلی مهمه، این جنبندی که ترامپ کرده، بلینکن کرده از سیاست‌های ترامپ و توسط رابرت مالی هم تکرار شد چندین و چند بار، که فشارهای حداکثری آقای ترامپ نه تنها پروژه دستیابی ایران، جمهوری اسلامی ایران، به سلاح اتمی رو عقب ننداخته، بلکه تسریعش هم کرده و این سیاست به دیوار خورده، شکست خورده و ما باید چاره اندیشی دیگه ای بکنیم. مانورهای مختلفی هم شد که ما دیدیم از طرفین، هم جمهوری اسلامی فشار رو برد بالا، هم آمریکایی ها گفتن که ما هیچ عجله ای نداریم برای آوردن، ولی دوتا اقدام آخری که جمهوری اسلامی کرد این مسئله برجام رو واقعا به یه آستانه خطرناکی برد که اگر یک گام دیگر بالاتر هم میرفتن، برجام به کلی دیگه غیر قابل بازگشت و غیر قابل در واقع تجدید حیات میشد، نمیشد روح از دست رفته شد دوباره در جان نیمه جانش دمید. این اون بود که وقتی که مجلس ایران تصویب کرد که پروژه الحاقی رو از در واقع 23 فوریه دیگه اجرا نخواهد کرد، چون میدونیم دیگه برجام بر اساس روابط ایران با آژانس اتمی بین المللی هست که دو تا پروژه به اصطلاح پروتکل داره، یکی پروتکل اجباری که هر کس که امضا میکنه باید بکنه، یکی پروتکل الحاقی است که ایران داوطلبانه پذیرفته و سرکشی های غیر منتظره و بدون اطلاع قبلی رو پروتکل الحاقی هست که اجازه میده، نه پروتکل اصلی سازمان آژانس. و مجلس ایران این رو هدف گرفت که ما اگر آمریکایی‌ها برنگردن و مسئله تحریم ها رو برندارن، ما از 23 فوریه، یعنی از میشه از دو سه روز دیگه، ما این رو در واقع اجازه نخواهیم داد. امروز آقای امانوئل گروسی رئیس دبیرکل آژانس بین‌المللی تهرانه و دارن مذاکره میکنن و اینا خواهش کردن که در واقع این رو شما اجرا نکنید. این مسئله تصریح کرد و در حالی که آمریکایی‌ها میگفتن ما هیچ عجله‌ای نداریم برای اینکه برگردیم برای مذاکره و چی فوریت نداره، شروع کردن به یک سری حرکاتی، از جمله مکانیزم ماشه رو که ترامپ را انداخته بود ملغا کردن، رسما به سازمان ملل اطلاع دادن که پروسدور مکانیزم ماشه رو پس میگیرن. این اولین ژستشون بود. دوم اینکه بعد از اینکه فرانسوی‌ها اعلام کردن که حاضرن میانجیگری کنن، آلمانی‌ها اعلام کردن که حاضرن میانجیگری کنن، قطر و اردن اعلام کردن که حاضرن میانجیگری بکنن، ما میدونیم که یه سری مذاکراتی بین اینها رد و بدل شده و آمریکایی‌ها یک گام دیگر برداشتن و اینه که پنجشنبه موافقت خودش رو برای حضور در کمیسیون مشترک برجام اعلام کرد، 5+1. جمعه یعنی دیروز هم با میانجیگری اروپا موافقت کرد و فرانسه و آلمان بلافاصله اعلام آمادگی کردند که نقش میانجی بی‌طرف رو در این رابطه بر عهده بگیرن و ببرن جلو، که مکانیزم واشه هم که گفتیم باطل شد. یعنی گام‌هایی رو آمریکا برداشت و مهمترین علامت، بعد از یک ماه بایدن تلفن کرد به نتانیاهو، که این در طول تاریخ معاصر آمریکا بی سابقه است که یک رئیس جمهوری در آمریکا انتخاب بشه و بیش از یک ماه از ریاست جمهوریش بگذره و این به نخست وزیر اسرائیل زنگ نزنه. دیدیم که به آلمانی ها، فرانسوی ها، روس ها، چینی ها، حتی ژاپنی ها، همه متحدینش به اضافه روس ها و چینی ها، بایدن تلفنی صحبت کرد و مسئله مطرح کرد. ولی هر وقت پرسیدن که کی با نتانیاهو، که میدونید دیگه یکی از شیفتگان ترامپ بود و خدمات ترامپ به زورگویی های اسرائیل رو هرگز فراموش نخواهند کرد دیگه، دادن ارتفاعات گولان و غیره و پایتخت اورشلیم اعلام کردن و بیت المقدس اعلام کردن و غیره این حرفا، و کاملا بهش نشون داد که اون دوره دیگه تموم شده و شما باید خودتون رو با ما تنظیم بکنید. دیروز تلفنی باهاش صحبت کرد،
هیچ کس نگفت که اینا رو با راجع به چی صحبت کردن، ولی وقتی ما این گام های آمریکا رو میبینیم کاملا روشنه که در واقع بایدن به نتانیاهو زنگ زد که بهش اعلام بکنه ما دیگه وارد این فروسه شدیم و شما هم باید خودتون رو با ما هماهنگ بکنید، که بلافاصله پشتمون لابی های اسرائیلی راه افتادن، ولی خیلی محتاطانه، خیلی جالبه برای من. و میدونید که هنوزم به بن سلمان زنگ نزده، بایدن هنوز با بن سلمان صحبت نکرده و عربستان دوباره برگشته به فاز ما قبل از ترامپ به عنوان یکی از متحدین مهم و اصلی آمریکا در منطقه، اما باید گوش به فرمان باشه. در جنگ یمنش رو محکوم کرد بایدن همونجوری که همیشه کرده بود، وفادارمون بود. حوثی ها رو که پومپئو و ترامپ به عنوان تروریست اعلام کرده بودن و این در رساندن کمک های بشر دوستانه به خاطر اینکه از مکانیزم دلار استفاده میکنن بسیار بهشون آسیب میزد، اونها رو هم آوردن بیرون. و خب دیدیم دیگه، ایرانی هم که جمهوری اسلامی هم که فشارهای خودش رو از طریق حمله به کاروان های آمریکایی توی عراق و غیره اینا رو آورد بالا، و دوستا حمله موشکی هم حوثی ها کردن به دو تا از فرودگاه های عربستان. خلاصه نشون دادن که بالاخره شما باید وارد مذاکره با ما بشید و اینا دارن وارد مذاکره میشن. و اسرائیلی ها به قول فرانسوی ها میگن این قرص تلخ رو مجبور هستن که ببلعن، علارغم تمام شعارهایی که میدن و فشاری که میارن. یعنی برگشتیم به فاز ما قبل از برجام که اوباما تصمیم گرفته بود این رو به جلو ببره، اسرائیلی ها و عربستانی ها باش مخالفن و شروع کردن تبلیغات کردن. این فاز دوباره شروع شد. ما در اصطلاح برگشتیم به اون موقع که تو هتل توی ژنو داشتن مذاکره میکردن با ظریفین ها برای اینکه برجام رو جلو ببرن، ولی این یک واقعیته. یعنی آمریکا بازگشتش به برجام رو تسریع کرده و این چند روز آینده ما شاهد تحولات مهمی خواهیم بود. این مسئله هست که برای ما خیلی مهمه. متشکر بلوز. وقتی مونده آره فکر چند دقیقه وقت داریم که من سریع بگم، حتی چون مثلا سر مهمه دیگه. چرا بازنشستگان؟ ببین مثلا بازنشستگان در ایران واقعا جو عمومی جنبش های اجتماعی تو ایران رو به بهترین شکل داره منعکس میکنه. ویژگی بازنشسته ها چیه؟ اینه که اولا مستمریشون با حقوق حداقل کارگرها و حقوق متوسط خدمه دولتی و غیره کاملا رابطه مستقیم داره و طبق قوانین جمهوری اسلامی میبایستی که همراه با تورم، همراه با بالا رفتن هزینه معیشت، این مستمری خودش رو تنظیم بکنه و بیاره جلو. و یکی از قوانین بسیار مهمی که وجود داره در قوانین بازنشستگی ایران مسئله همسانسازی هست، به این معنا که یک معلم مثلا بازنشسته نمیبایستی حقوق بازنشستگیش خیلی کمتر از کسی باشه که همون شغل رو در اون لحظه واحد، در اون لحظه معین داره و داره اعمال میکنه. این مسئله درست مثل حقوق حداقل که قرار بود طبق قوانین جمهوری اسلامی قانون کار میبایستی متناسب با تورم باشه، تورم رسمی اعلام شده، از دوره سال آخر آقای احمدی نژاد این رو اجرا نکردن تا الان و این فاصله بعیدی ایجاد شده بین اون تورم واقعی که در ایران هست و کاهش قدرت خرید و حقوق حداقل. بازنشسته ها از این ضربه شدیدی میخورن و یک تفاوت هم با کارگرا دارن و اونی که اعتصاب نمیتونن بکنن. اعتصاب بازنشستگی معنی نداره چون اونا بیرون از تولید و خدمات هستن، چیزی جز تظاهرات خیابونی براشون نمیمونه. و اینجا باید گفت که آفرین به بازنشسته های ایرانی که به بهترین شکل دارن استفاده میکنن از حربه تظاهرات، از حربه سازماندهی خیابانی و بردن مسئله بازنشستگی به بین جامعه. و روز 26 بهمن ماه 1399 یعنی 14 فوریه 2021 در غرب هم میدونید روز عشاق هست، این در واقع یک نقطه عطفی در مبارزات بازنشستگان ما هست. فراخوانی که گروه های مختلف اتحاد بازنشستگان داده بودند که در دوم دیما خواسته هاشون رو رسما و به صورت یک اعلامیه مشترک اعلام کرده بودن و نکات بسیار مهمی رو توش مطرح کرده بودن که رأسش همون نکته‌ای که تو گفتی، یعنی موضع گیری در مقابل تلاش های مذبوحانه نهادهای وابسته به دولت و خانه کارگر در اذان خود کردن جنبش بازنشسته ها که گفتن ما اینها رو به عنوان نماینده خودمون به رسمیت نمیشناسیم، فعالیت ما مستقل از خانه کارگر و نهادهای دیگه هست، ما بازنشستگان مستقل هستیم، نهادهای بازنشستگان مستقل هم هستیم. و اینها تونستن در 18 شهر بزرگ ایران، تهران، کرج، کرمانشاه، اهواز، قم، قزوین، شیراز، اصفهان، یزد، کرمان، تبریز، سنندج، نیشابور، اراک، خرم‌آباد، شوش، ایلام، مشهد،
همزمان تظاهرات برگزار بکنند و تعداد تظاهراتی که اینها کردن بسیار بزرگتر از تظاهراتی بود که در 21 دی ماه، یعنی کمی بیشتر از یک ماه پیش اجرا کرده بودند. هم گسترده بود، هزاران هزار نفر تو شرکت کردند، و هم یه نکته دیگه، همگرایی گروه های مختلف حقوق بگیر در ایران یک بار دیگه اثبات شد. از جمله در قم مثلا فرهنگیان رسما شرکت کردند در تظاهرات و نماینده فرستادن برای تظاهرات جلوی مجلس توی تهران. در اصفهان کارگران بازنشسته فولاد و کارگران شاغل فولاد مشترکاً در تظاهرات شرکت کردند. در سنندج هم همین اتفاق افتاد و در شوش هم هفتپی‌ها حمایت خودشون اعلام کردند. یعنی همگرایی بین بازنشسته‌ها، معلم‌ها، کارگران شاغل هر روز بیشتر خودش رو نشون میده و این جبهه واحد اردوگاه کار در مقابل تعرضات دولت جمهوری اسلامی، هم به عنوان بزرگترین کارفرمای ایران و هم به عنوان مدافع مالکیت سرمایه‌داری در ایران، یک صف فشرده ای رو از بازنشسته‌ها و شاغلین داره ایجاد میکنه و این درخشان ترین کار بازنشسته‌ها تا امروز بوده که همزمان در 18 شهر این رو ایجاد کردن و این قطعاً اهرم فشار زیادی رو میاره و تأکیدی که همشون روی لزوم ایجاد یک تشکل سراسری کردن که امیدواریم به زودی شاهد اون باشیم. ضمناً تموم میکنم با این جمع‌بندی، همین تظاهرات همزمان در 18 شهر مال بازنشسته‌ها به دنبال تظاهرات درخشانی که توی هفت‌تپه و کارخونه‌های دیگه در ایران در واقع انجام میشه نشون میده که وقتی تعداد معترضین از یک آستانه معینی عبور میکنه، زیر دیکتاتوری ترین شرایط مثل ایران میشه تظاهرات مطالباتی رو سازماندهی کرد، به جلو برد و رژیم نمیتونه به شیوه های عادی امنیتی و گرفتن این یا اون چند فعال جلوی تشکلات مستقل کارگری رو بگیره. واقعا زمانش رسیده که ما به طرف یک تشکل توده‌ای سراسری کارگران و حقوق ایران و بازنشستگان به پیش بریم. زمینش وجود داره، امکانش هم وجود داره. بروز این تظاهرات نگاه میکردم، کلیپ هایی که منتشر شد، اولا که این تظاهرات ادامه خواهد داشت، یعنی گفتن اعتراضات رو ادامه خواهند داد، چاره دیگه ندارن چون نمیتونن حساب بکنن. بعد در این تظاهرات چندی پیش زنی صحبت میکرد که جمع‌بندی میکرد و داشت جواب اونا رو میداد و من دیدم چقدر آگاه و چقدر فرموله شده داشت خواسته های بازنشستگان رو مطرح میکرد. به هر حال این فعالان زن در همه جا حضور دارن و توی تحولات آتی ایران نقش زنان خیلی برجسته خواهد بود. ما یادمون میره که نقش زنان در تمام انقلابات بزرگ جهان تعیین کننده بوده، هم انقلاب کبیر فرانسه، هم انقلاب فوریه روسیه با تظاهرات زنان شروع شد و اونها بودن که سنگ اول رو پرت کردن طرف رژیم حاکم، و در ایران هم قطعا این اتفاق میفته. و این بانویی که تو میگی، منم سخنرانی شنیدم، این در واقع داشت نکاتی رو که در دوم دیما در یک اعلامیه مشترک اعلام کرده بودن به زیباترین شکل و شمرده ترین شکل این رو بیان میکرد که نشون دهنده بلوغ سیاسی و آگاهی طبقاتی بالایی هست که الان توی فعالین جنبش‌های اجتماعی ایران هست. ایران آبستن اتفاقات بسیار مهمی هست که من فکر میکنم این بار ما خیلی جلوتر از پیش خواهیم رفت. متشکرم. روز روز بر تو، روز همتون خوش. تا بعد دیگه. تا بعد. چی میخواد جوابگو باشه؟ نماینده انتخاب کردی بیاد اینجا بشینه برای چی؟ حقوقش بره بالا؟ نمایندگان خاصیت ندارن، اگه خاصیت داشتن ما نباید اصلا قصیم هستیم. باید نشست قانون برسه. درود بر قصیم، درود بر قصیم. ایشالله اصلا قصیم نادر در شهر دیگه نداره. ما مجموعه بازنشستگان کشوری هستیم، همگی همگی در کنار هم با هم با اتحاد میتونیم حقمون رو بگیریم. پایداری کنید، خسته نشید و دنبال کار رو بگیرید. ما این که میتونیم رسمنده دیروزی برسته امروزی، رسمنده دیروزی برسته امروزی، رسمنده دیروزی برسته امروزی، رسمنده دیروزی برسته امروزی. Get out!
عدالت، عدالت، تأمین اجتماعی، عدالت، عدالت، تأمین اجتماعی، عدالت، عدالت، تأمین اجتماعی، عدالت.